ویژنا اصل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالات کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و b 2 ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و ایالت اخذ جواز اوفک از سازمان داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 310 271 3600 با درود و سلام بسیار خدمت همه هموطنان عزیز خودم بار دیگه از تلویزیون پارس به مناظر شما میایم و به شما شب بخیر میگیم برنامه یک شنبه ها ساعت ده شب به وقت تهران ده نیم صبح به وقت لس آنجلس شروع میشه امروز خانم کتایون متاسفانه نتونستن با ما همکاری بکنن به خاطر اینکه سرما خورده بودن یا کسالت داشتن در صورت در خدمت شما هستیم و طبق معمول راجب مسائل مهاجرتی به امریکا با شما صحبت میکنیم بحثی که همیشه کردیم راجب به سرما گذاری ای بی فایب بوده که سرما گذاری سنگینه که شامل گرین کارت شامل شما همسر و فرزندان از زیر 26 سال شما میشه این سرمایه گذاری یکی از بزرگترین سرمایه گذاری از مراکز منطقه لس آنجلس هستش که به سلام میدونه طبق معمول ده کارمند یا کارگر رو باید به کار بگیره و عرض کنم که مدت زمان چهار سال سرمایه شما تو این کمپانی قرار میگیره اگر از اتاق وبسایت خواهش بکنم اینو یک به اصطلاح وبسایت ما رو بیارن برید تو وبسایت ما پایینم نوشته شده در وبسایت www.asilusa.com میبینید دکمه سرمایه گذاری رو اونجا بزنن متوجه میشید که میره قسمت سرمایه گذاری که با خط قرمز اونجا باید اطلاعات خودتون رو به توی اونجا بزنید اتاق فرمان اگر امکان داره یه اطلاعاتی اسم و چیزی بزنید اونجا یه اطلاعات کوچیک بدن که دگمه رو فشار بدیم بله بعد بله این اطلاعات رو میزنید اسم فامیل شماره تلفن و ایمیل آدرس میذارید ایمیل آدرسونو رو و بعد دکمه درخواست فرم رو فشار میدید در پایین ترش میبینید که اینجا میاد برای اطلاعات ابی 5 دکمه ابی 5 رو فشار میدید که در اینجا نوشته که به اصطلاح تمام شرایط رو نوشته که اگه اتاق فرمان یه خود اینا رو بالا ببرن اونجا متوجه میشید که بله همینجا خیلی خوبه یه خوب پایین تر برعکس برعکس بله بله که این شرکت لوجستیکی هستش که در لس آنجلس هست که ساش سی سال سابقه کار داره و عرض کنم صدها کارمند و عرض کنم که با شرایط بسیار خوب ممنون از اتاق فرمان برای وبسایت که برمیگردیم به تصویر اصلی خودمون این کمپانی همجوری گفتم سی سال سابقه خدمت یک سال سابقه خدمت داره و ارز کنم حضورتون که کارمند های بسیار داره برای هر سرمایه گذار ده کارمند لازمه که گرفته بشه که این کمپانی شامل این مسائل هست یعنی اینکه که از کنم حضورتون دولت آمریکا یا به صلاح اداره مهاجرت که همکاری میکنه با مراکز منطقه ای میخواد که به هر سرمایه گذار ده کارمند رو به کار بگیره این کمپانی خب طبیعتاً شامل کارمند بسیار هست من خیلی وقتا مخالفت کردم با ای بیفا ولی مدت زیادی است که تو این پروژه رفتیم خیلی خیالم راحت هستش مرتب داریم گرین کارت میگیریم برای همیانان عزیزمون میپرسید از ما که پروژه این پروژه چقدر طول میکشه ما از زمانی که شما پول میدید ما پول رو به پروژه نمیدیم برخلاف بعضی از به شرکت هایی که تو این کار هستن همکاران عزیز ما که هم خودشون وکیل هستن هم خودشون صاحب پروژه هستن پولو که میدید دیگه این میره تو پروژه تو این برکز منطقه ما این کار نمی کنیم برای که ما از شما دفاع میکنیم پول رو میدیم به محضر دست محضر میمونه پونتت هزار دلار میمونه هفت ماه هشت ماه ما زحمت میکشیم دفتر ما برای شما درخواست گرین کارت میکنه زمانی که گرین کارت شما همسر و بچه های شما آماده شد اون موقع ما پول به پروژه رد میکنیم از طریق محضر بره و حدود هشت ماه هفت ماه بعدم گرین کارت شما صادر میشه که با همسر و فرزندان خودتون میرید به ابودابی یا به آنکارا و گرین میگیرید میایید با آمریکا عرض کنم که این اتاق فرمان بگیرید درم ببندن که صدا نیاد این اتاق فرمان اگه در رو ببندید صدا نیاد بله خیلی ممنون بعد به پروژه EB5 بله مدت هشت ماه بعد گرین کارت شما و همسر و فرزندانتون صادر میشه میایید به آمریکا. چهار سال پول شما تو این پروژه میمونه هر ماه بین 900 دلار تا 1000 دلار به شما به عنوان درآمد به عنوان منافع شرکت پرداخت میشه که میشه سالی 12000 هزار دلار چهار سالش میکنه 48 هزار دلار این پولی که منافع داده میشه به علاوه کل پولتون پس داده میشه فرق این پروژه از من میپرسید با پروژه های دیگه چیه اینه که این پروژه سی, سی یک سال سابقه داره با یک چیز خیلی کوچیک شروع شده الان وسعت بسیار بزرگی گرفته به صلاح من چندین بار توی این بسیار شرکت سفر کردم راه دورم نیست با دفتر ما با دفتر مرکزی لس آنجلس ما در فرودگاه ال شاید نیم ساعت فاصله داره گمرک آمریکا که در بندر لس آنجلس هست توی زمین این شرکت هست انقدر وسعت داره ما خوشحالیم که یه پروژه رو به شما معرفی میکنیم که خیالمون راحته نه اینکه احتمال و خطر اینکه یه موقع این پروژه ورشکست بشه از بین بره نخواهد بود پروژه های دیگه البته اونها هم همین حرف رو میزنن با فرق اینکه میگن اگر پروژه ورشکست شد شما حق شکایت ندارید تو این پروژه شما حق شکایت دارید چون ورشکست نمیشه چون سی یک سال سابقه داره مرتب پروژهای مختلف رو داره انجام میده و ما خوشحالیم با خیال راحت این پروژه رو به شما همینان عزیزمون معرفی بکنیم پروژه های دیگه هستش برای سرمایه گذاری سبک برای کسانی که وضع مالشون واقعا اونطور نیست یعنی 500 هزار دلار ندارن دویس هزار به بالا دارن بهش میگن سرمایه گذاری ای تو ویزای اقامت که این پروژه لازم به این نیست که شما ده کارگر به کار بگیرید لازم نیست که پولتون رو به کسی بدید این پروژه خودتون میتونید سرمایه گذاری بکنید ما با تشکیل دادن یک کمپانی یک شرکت سهامی میتونیم برای شما به صلاح تاسیس بکنیم از کنم اساسنامه شرکت رو بزنیم عضو بخوام و حساب بانک برای شما باز بکنیم پولتون رو به امریکا به حساب خودتون بریزید چیز مسئله خوب و مهمی که هست اینه که دیگه افک لازم نیست جواز لازم نیست برای سرمایه گذارا اشخاص که سرمایه گذاری نمی کنن هم میانن یعنی عزیز ما شما که به از خانواده خودتون از خودتون از پدر و مادر به شما ارسی میرسه یا ملکی دارید میخواید به امریکا بیارید شما افک لازم دارید فکر رو آقای اوباما برداشتن و برای شرکت ها کسایی که سرمایه برای سرمایه گذاری میخوام بیا انجام بدن روی این اصل دیگه مسئله ای برای این پول و این چیزها نیست بعضی ها میپرسن میگن که ما میخوایم بیم آمریکا آقای اصیل چقدر پول همراه ما میتونیم بیاریم عزیزان من هر چقدر دوست دارید مسئله نیست آزاد شده پول بردن به آمریکا آزاد شده مسئله اینه تازه دولت آمریکا عقلش رسیده که ورود پولش رو آزاد بکنه ولی این نیستش که شما همینجور پول بیارید توی هواپیما که سوار میشید وارد آمریکا میخواید بشید درست یک ساعت قبل از که به هواپیما بخواد به زمین بشینه یک فرم هایی رو به شما میدن که میگن اینا رو پر کنید این فرما نوشته که اسمتون رو میخوان آدرس رو میخوان در آمریکا و میخوان بدونن شما برای ده هزار دلار پول دارید به نظر من ایرادی نداره اگر بگید دروغ نباید بگید چون در فرودگاه که میرسید از هواپیما که میاد بیرون دو تا میله آهنی چپ و راست شما شما نمیبینید اینا تمام کامپیوترایز اتوماتیک تا دلار آخر پول جیب شما رو حساب میکنه وقتی میای تو چراغ قرمز میزنه بالای ده هزار دلار دارید وقتی میرید که بخوان ما رو ورود آمریکا رو بهتون بزنن سوال میکنه شما بالای ده هزار دلار وردی علی بگی نه همه پول شما رو ضبط میکنن بنابراین خواهش میکنم از همیاران از من امریکا میایید آنس باشید صداقت داشته باشید حقیقت رو بگید کارتون ندارم بگید بله من سی هزار دلار پول وردم چرا زاده؟ ریسی بالای ده هزار لازم نیست بگید چقدر بالای ده هزار دلار وقتی میاد میپرسه چقدر پول بودی میگی پنجاه هزار هزار برای چیه بودی برای گردش خرج لباس کادو هیچ ایرادی میگن خوش اومدی با آمریکا منظور این که آوردن پول برای آمریکاش مسئله نیست در زمانی که همه حقیقت بگید از اینکه میترسید پولتون رو قایم کنید فکر کنید یه خودش رو تو این جیبتون بذارید یه خودت تو شلوارتون بذارید یه خودت کیفتون بذارید اینا نمیفهمن وقتی میای تو همه رو میفهمن دستگاه دارن مقناطیسی دقیقا میدونن چقدر پول آوردید برای شما که نظر بدی ندارید چرا حقیقت رو نمیگید حقیقت رو بگید در صورت برای دخالت و شروع در پروژه ای بی ای تو با مبلغ ارز کنم زیر دیویزار دلار میتونید اینجا سرمایه گذاری بکنید با این فرق که شما به صلاح کمپانی رو تشکیل میدیم اساس رو میزنیم بعد بانک حساب باز میکنیم به نام خودتون پول به حسابتون میریزید هر چقدر که بخواید چون گفتم جوازم لازم نداره ولی ما برای شما سرمایه گذاری نمی کنیم برعکس اون ای بی 5 که ما براتون انجام بدیم این رو باید خودتون اینجا باشید با یک ویزای بی 1 بی 2 توریستی تجارتی باید بیاید اینجا ما کمک میکنیم میاید اینجا پولتون آماده است شرکتتون آماده است میاید اینجا یه بیزنس که دوست دارید خودتون یه بیزنس کوچیک هر چیزی که دوست دارید میتونید اینجا را بندازید بر درف یک ماه ما درخواست میدید به اداره مهاجرت ویزای توریستی و تجارتی شما رو تبدیل میکنه به سرمایه گذاری ویزای سرمایه گذاری دو سال به دو سال این تمدید میشه البته اتوماتیک نیست باید نشون بدید که شما دو سال اینجا کار کردید دولت هم به ضرر و استفاده شما اصلا کاری نداره که شما استفاده کردید یا زیان کردید همین که کمپانی کار میکنه تکس میدید پول برق میدید پول آب میدید پول تلفن میدید این برای دولت آمریکا مهمه منافع و سود یا ضرر براشون اصلا مطرح نیستش روی این هست، این هم خیلی پروژه خوبیه میتونید همسر و زن و با... همسر و بچه ها رو بیارید زندگی بکنید دو سال به دو سال بچه های زیر 21 همه شامل هستن دو سال که تمام میشه یک ما دو مونده به دو سال میتونید که به صلاح از طریق حسابدارتون نشون بدید که این کمپانی کار میکنه و دو سال دیگه تمدید میکنن آدم داریم که خشویی داره الان در دوازه سال هر دو سال تمدید میکنه سه تا چهار تا خشویی خریده چند تا ساختمان و ملک خریده این هم پروژه خیلی خوبی البته این ای بی فایف نمیشه ولی در هر زمانی بخواید شما میتونید تبدیل به ای بی فایف بکنید ای بی فای پونست هزار دلاره باید ده کارگر به کار گرفته بشه بعضی از همینان ما میگن آقای اصیل اگه من خودم بخوام بیام این کمپانی رو بزنم خودم ده کارگر رو به کار بگیرم پول رو به پروژه ندم میشه بله جوابش اینه که میشه این کارو کرد ولی مشکله فرض کنید شما میدیه میخواید ده کارگر به کار بگیرید بعد یک کارخونه ای بخرید باید یک مکدونالدی چیزی بخرید که ده کارگر بیشتر داره خب عزیزان من رسیدن به این کمپانی به این شرکت آسون نیست که به این شرکت برسید صبح کنید شب ببندید مکدونالد شاید 24 ساعته هستن درست منجر و این چیزا داری ولی برای آدمی که شما میاید 500 هزار دلار میخواید پول بده حتما سرمایه دارید حتما واسون خوب هست که میخواید این کار رو بکنید و کسی هم که ورزش خوب و زندگی مرفع و خوبی در ایران داره حالا بخواد خود پاشه بیاد اینجا مکدونالد و سوپا باز بکنه شوابه ببنده یا به ده کارگر یا شاید 20 کارگر در روز رسیدگی بشه مالیات اینا رو بده عرض کنم که اه مسائل پزشکیشون رو انجام بده مغازه برق آب تلفن حسابدار خرید فروش شوخی نیست شوخی نیست واقعا یه قدرت میخواد حتما باید یه سن جوانی باشه این کار رو بکنه که واقعا بخواد بیزینس بکنه و نه برای خانواده که توی اون ملک دارید خونه دارید کارخونه دارید پصد هزار دلار میذارید راحت یک سال و نیم گرین کارت رو بعد از اون میگیرید بعد میخواید کار بکنه دیگه راجع به گرین کارت نیست دیگه گرین کارت دارید میتونید سرمایه گذاری بکنید تو ملک یا هر رشته که دوست دارید خوبی ای بی اینه که گرین کارت که میگیرید این شامل میشه که شما مقیم آمریکا هستید ولی هیچ امریکا از آمریکا نمیتونید بیشتر از ماه خارج باشید ولی از یه طرف دیگه دولت آمریکا اداره مهاجرت یک قوانینی رو گذاشته برای تجار برای گرین کارت هولدرها میگه آقا شما که مجبوری بری از امریکا خارجی شما که غیر از اینکه اینجا زندگی میکنی در سنگاپور هم بیزینس داری در ایران هم بیزینس داری کار داری ملک داری خونه داری میری شش ماه بعد نمیتونی برگردی چیزی درست کردم به نام پاسپورت سفید وایت پاسپورت که شما میتونی بری و دو سال تا دو سال خارج از کشور باشی دیگه نمیان برگردی به شما شما راه یا بگن گرین کارت شما رو از شما میگیریم این هم خیلی جالبه برای به صلاح هم یعنی عزیزم که اطلاع داشته باشید که این واقعا دست و پای شما بسته نمیشه که شما گری کارت میگیرید دیگه واقعا اینجا زندانی هستید تا میشه میخواید دو ماه سه ماه برید ایران گردش سال دو بار سه بار میخواید برید بیایید کس کار هر زمانی که شما بیشتر از شش ماه از بیرون نباشید اوکی تو جایی هم که کسانی کارخانه دارن تو ایرون کارهای دیگه دارن اون پاسپورت سفید رو بگیرید واقعا میتونید بیشتر از شش ماه بمونید و الان چیز خوبی که هستش الان با همین به برنامه های جنگ سوریه که به همه چیز امروز همه چیز به همه چیز مربوط میشه متاسفانه جنگ سوریه الان جوری شده که تعداد زیادی از کارمندهای اداره مهاجرت امریکا رو فرستادن تو مرز سوریه و ترکیه برای آوارگان سوریه که اینها رو پناهنده به امریکا بیارن چون اینها خب آمریکا طرفدار حقوق بشره و میخواد این آوارها رو به امریکا بیاره پول هواپیما خوراک جا مکان پزش... پزشکی همه رو مجانی شاید 200-500 هزار آواره اینا رو تقسیم میکنن یه مقدار زیاد چند با آمریکا بیاد که خب خیلی عمل انسانی خوبیه ولی میگن چرا که به منزل هر حلاله به مسجد حرومه اینجا خدا آمریکا خیلی اصلا حالا همینج رو هوا موندن بعد این رو فرستادن اونجا و پروانه‌های مردم مسکوت نگه اینجا میگن حالا شما که اینجا هستید باشید تا نوبتتون بشه در صورت این هم یه مسئله دیگه است برای همیانان عزیزی که رفتن برای مصاحبه قبول شدن در سفارت خونه ها اینا باید اف بی چک بشن اصلا ناراحت نباشید برای اینکه انجام میدن ولی به خاطر همین مسائل سوریه و همین مسائلی که آقای بشیر اسد درست کرده برای ملت خودش و خاورمیانه اشخاص که میخوام بیارن اینا رو باید اف بی چک بکنن اف بی آی شلوغه نمیرسه که ببینه که واقعا این اشخاص کی هستن اینه که به همه چیز این جنگ رو همه چیز اثر گذاشته همه چیز به همه چیز هم بستگی پیدا میکنه اینه که اگر برای مصاحبه رفتید و جوابی براتون نمیاد ناراحت نباشید حتما میاد ولی طول میکشه خب راجب تو هم صحبت کردیم اه برای جوانهای عزیز صحبت میکنم که دوست دارن بیان اینجا تحصیل عزیزان من ایمیل های زیاده از شما بر دفتر ما میاد ما برای دکترا کاری نمیتونیم بکنیم دکترا مشکل گرفتنش پذیرشش و ویزا دادن برای دکترا مشکل میدن ما برای لیسانس و فوق لیسانس انجام میدیم از یکی از هشتمین معتبرترین دانشگاه‌های کالیفرنیا. این دانشگاه تافل آیلس لازم نداره کاندیشنال میده به دفتر ما یعنی اینکه محصل رو که ما معرفی میکنیم به این دانشگاه این دانشگاه میگه بیا اینجا بهش پذیرش میده و عرض کنم بعد از پذیرش برای اینکه تافل شیشونیم نداره خودش قبولی میده خودش پذیرش میده میگه دانشجو بیاد دا آمریکا در اینجا هم زبانش رو تکمیل بکنه تو همین دانشگاه هم تافلش رو بگیره هم ادامه تحصیل بده آه و خیلی هم قشنگ و زیبا و خوبه و تحوضای ما اینه که از دوستان ها خواهش بکنیم که معدل 14 به بالا درخواست بدید معدل زیر 14 اذیت میکنن حسن کالجایی که زیر 14 به شما پذیرش میدن ولی سفارت ویزا نمیده گول بعضی نخورین حرف میزنن بعد از سه ما ماه به شما بگن نشد برای دانشگاه معتبر بالای چهار باید باشه اگر نه برای چند ما جواب میاد به شما نمیدیم یه خبری شنیدم که خیلی مهمه دوست دارم اینو دانشجوها بدونن از زمان که این برنامه کمیکال سوریه به وجود اومد برای ما ابلاغیه آمد از سفارت آمریکا که شخصی ویزای به صلاح تحصیلی می گرفت و یک شخص دیگه در شرکت نفت کار می کرد اینها رو رد کردند طبق ماده قانون گذاشتن هر کسی که در شرکت نفت صنایع پتروشیمی صنایع فیزیک کار کرده باشه به اینها ویزای تحصیلی نمیدن و طبق یک ماده 200 نمیدونم چند بیه نه دیویس چارده بی مال توریستیه یه ماده جدیدی واکرا در بودن که حتی اگه دانشگاه میپذیره سفارت آمریکا طبق این مواد که جزء دی 160 ما می که کجا کار می کجا کار کردی تحصیلات چیه هر چیزی که به پتروشیمی و عرض کنم که چیزی که به کمیکال پتروشیمی شرکت نفت این چیزا مربوط باشه اینها رو دانشور عزیز زدتون میکنن بنابراین چیزی که هفته پیش به ما ابلاغ شد و ما فهمیدیم و ما به شما میگیم که بدونید که اگر رشته انتخاب میکنید رشته نباشه که توی فیزیک و اتم و کمیستری و این چیزا باشه کامپیوتر کامپیوتر ساینس رشته دیگه فراوون هست موزیک زبان بنابراین هم لازم بود شما بدونید این دانشگاهی که ما داریم پذیرش خیلی خوبی میده و ما خیلی راضی هستیم مرتب برای دانشجویان عزیز پذیرش میگیریم مسئله دیگه ای که میخوام بگم یه چند وقت پیش دو مسئله به وجود اومد که من خیلی خوب روش رو من اثر گذاشت مسئله خانمی که از استرالیا به من زنگ زدن و از من کمک میخواستن برای اینکه به برادرش کمک بکنم گفتم خانم داستان برادر چیه؟ گفتن که برادرم از ایران اومده قاچاق رفته سوار اینم شده رفته این هم اسپانیا از اسپانیا رفته کجا؟ خلاصه سوار یک کشتی شده رفته خودش به یکی از جزایر استرالیا پونزه روز دریا بوده توی جزایر استرالیا اونجا رسونده از اونجا از اون جزیره با یه قایق کوچیک که دو روز طول میکشی که بیام به خود استرالیا توی دریا تو اون اقیانوس اسمش هم نمیدونم چین این خیلی ناراحت بود میگفت برادرم با همسرش با نامزدش اومدن خلاصه با چه بدبختی خودشونو رسوندن به استرالیا عجب سفری بودیم خانم حالا چی شد گویا هیچ حالا دولت استرالیا نا گرفت گویا یا برگرد بره ایران یا اگه پناهنده خب یه جزیره مال پناهنده های ماس بعد اینا رو فرستن اونجا اونجا پر پشه و گرما و نمیدونم یه جزیره خیلی بد میگه خواهی جونتون تو خطره تو اون جزیره زنده ما پنانده همون اینجا نگه میداریم داریم میخوانم از من میخواست ما یه جوری بچه ها رو نجات بدیم خب چه جوری ما نجات بدیم این بچه ها رو به از از, از یه همچین جایی ما همچین قدرتی نداریم که ما پناهندار از اونجا نجات بدیم اصلا چرا رفتن چرا این کارا رو بدون تجربه و اینها میکنن اینها مهمه که نباید این کارو رو بکنن رو این اصل ما کمکی نمیتونیم بکنیم جوانهای عزیز از ایرون بی خود بیرون نیاید بیخور به دریا نزنید مواظب باشید خطر داره خطر جونی داره خیلی اصلا میان میرن از بین میرن صدایم اسمی هم ازشون نیست رو که قانونی بیاد جلو دانشگاه معتبر هست درخواست بدید خانم مایا در دفتر قسمت دانشجوی ماست به شما رمای کمک میکنه برید تو وبسایت ما اینجا نوشته www.asilusa.com این وبسایت مونه اینجا هم ایمیل مونه info@asilusa.com برای بچه ها ایمیل بدید سوال دارید ایمیل بکنید اگر میخواید برای سرمایه گذاری برید تو وبسایت ما همون جوری که با نشون داره میده و تا فرمان وبسایت ما دکمه تحصیلی رو بزنید دکمه توریستی رو بزنید دکمه توریستی رو اگر ما بزنن اتاق فرمان ویزای توریستی محبت بکنن ببینید یه فرم به نام دی 160 این فرم اگر اتاق فرمان فشار بدن این فرم دی 160 الان میاد یک فرم است که 90 سوال داره توش این سوال ها سوال است که اف بی آی میخواد بدونه که قبل از که شما میرید مصاحبه هنوزم هم مثل که اون فرم نایمده دی شد زدید و تخواه فرمان نایمده اون آها آمد میبینید به این فرم میگم دی ست و سواله این نوت سوال رو باید قبل از که برید سفارت پر بکنید ما براتون پر بکنیم وقتی میرید مصاحبه اول کنسول اینا رو میخونه ببینه شما کی هستی چی هستی به چه خاطر میخواد یه آمریکا به چه خاطر میخواد برگردی بعضی میگن خیلی ممنون اتاق فرمان بعضی ها میگن آقای حسین این دیه سپور کردی رفتیم اونجا کنسوله هیچی نپرسید پرسید اسم هم خوند و گو چند وقت میخوایی بمونی و اینا گفتم خب بیس روز خب پوری هم ویزا داد عزیز من خب اون ست دی ست دی خیلی مهمه وقتی میخونه تمام زندگی شما را، قبل از که با شما مصاحبه بکنه این فرم رو میخونه که ببینه شما واقعا داستانت چی است برای چی میخوای به آمریکا برای چی میخوای برگردی دو چیز مهمه که به صلا سفارت ویزا به شما میده یکی مالی یکی معنوی یه یعنی نظر مالی وضعتون باید خوب باشه ملکی خونه ای چیزی پولی به نامتون باشه معنوی هم اینه که همبستگی به ایران داشته باشید که بدونن میخوای برگردی اگر این دو مسئله رو انجام بدید شانستون بسیار زیاد میشه الان در مثلا چند مدت گذشته اطلاعاتی به ما رسیده راجب شخصی که در ایران ویزای توریستی ویزای شنگن ویزای آمریکا اقامت در آمریکا اقامت در ده روز در لاس فگاس و با گرفتن به صلاح دادن دعوت دامه های از شرکت های چه میگن شرکت هایی که تور تور برای گردش با امریکا میان یازده هزار و هیستد دار اینا از میفوشن عزیزان من اینا همش تقلبه الان سفارت خونه ها تمام اینا رو زیر نظر گرفته هرچند اسم خودشون رو نمیذارن رو پرونده شما بعضیا توش میگیرن در میرن خیلی ها پروندهشون سیاه میشه الان دولت فدرال آمریکا اف بی آی پلیس تمام از این مسائل امیگریشن مطلع هستن مواظب باشید نه توری وجود داره تورها قلابی است همش قلابی 11800 در بر سه نفر میشه 25000 دلار پولی که میدید دیگه صاحبش نیستید این قرارداد براتون فوری میاد این قرارداد یک سنت ارزش نداره اینا قانونی نیستن اینها هیچ چیز حقوقی ندارن و عرض کنم که آدم های بسیار بدی هستند مواظب باشید گول نخورید بارها گفتیم همیشه مرتب خواهیم گفت این پس بسته های تور دو بلیت برای دو نفر داریم دو بلیت سه بلیت برای